سلام دوستان عزیز، فردین نوری هستم، یک تن از مشاورین در امور مهاجرین و پناهندگان در آلمان. امروز خواستم یک معلومات کاملا تازه را با شما دوستان در رابطه با افغانهای عزیزی که با مشکل نداشتن پاسپورت و تذکره افغانستان با اداره خارجی های آلمان یا اوسلند بیهورده مواجه اند و چگونه می توانند آن را حل نمایند در میان بگذارم. چون سفارت افغانستان در آلمان و کنسولگری های افغانستان در آلمان در شرایط فعلی افغانستان پاسپورت و تذکره جدید صادر نمی کنند، بناهن تحویل دهی پاسپورت و یا تذکره افغانستان از طرف افغان هایی که دارای دولدونگ و یا اجازه اقامت آلمان می باشند و یا این که میخواهند اجازه اقامت آلمان را به دست بیاورند به اداره خارجی های آلمان ناممکن میباشد. مطابق به تازه ترین اطلاعیه کنسولگری افغانستان در شهر منشان، نسبت به مشکلات تکنیکی از مراجعین پاسپورت جدید خواسته شده تا الا اطلاع بعدی منتظر بمانند. و مطابق به تازه ترین اطلاعیه کنسولگری افغانستان در شهر بن آلمان، به دلیل مشکلات تکنیکی سیستم تذکره های غیابی الا رفع آن غیر فعال می باشند، بناهن کارمندان این کنسولگری از تشریف آوری هموطنان گرامی الا رفع مشکلات تکنیکی موجود و اطلاع ثانی به منظور عقص تذکره غیابی به این نمایندگی معذرت خواستند. اگرچه قسمی که در اطلاعیه کنسولگری افغانستان در شهر منشن آلمان دیده می شود، تمدید پاسپورت افغانستان در کنسولگری های افغانستان امکان دارد، ولی این مشخص نیست که کارمندان کنسولگری و یا سفارت افغانستان با چی مجوز آن را انجام می دهند. علاوه بر آن، این هم مشخص نیست که آیا با قدرت آمدن طالبان در افغانستان معلومات افرادی که میخواهند پاسپورتشان را در سفارت افغانستان در آلمان و یا در یکی از کنسولگری های افغانستان در آلمان تمدید نمایند به دست طالبان میافتد و یا خیر، که در این صورت امکان مواجه شدن شخص به خطر از طرف طالبان هم میتواند وجود داشته باشد. در حقیقت از شرایط فعلی به خصوص کسانی متأثر گردیدند که هویتشان در نزد اداره های آلمان نامشخص می باشد و یا هم کسانی که باید پاسپورت و تذکره خود را به منظور به دست آوردن اجازه اقامت آلمان به اداره خارجی های آلمان تسلیم نمایند. بنابراین من در این بخش راههایی را برای شما توضیح خواهم داد که مطابق به آن اگر شما دولدونگ و یا اجازه اقامت آلمان داشته باشید و یا هم اگر می خواهید اجازه اقامت آلمان را به دست بیاورید و اداره خارجی های آلمان از شما تذکره و یا پاسپورت شما را می خواهد، چگونه باید این مشکل را با آنها حل نمایید؟ اول، کسانی که دولدونگ دارند و هویتشان نامشخص است، نامشخص بودن هویتشان از دولدونگشان حذف گردد. به خصوص کسانی که برایشان دولدونگ مطابق به ماده 60 بند بی قانون اقامت آلمان داده شده باشد و در دولدونگشان اداره خارجی ها نوشته باشد که هویت دارنده این دولدونگ نامشخص می باشد، این اشخاص می توانند در اداره خارجی های خود درخواست دهند تا این جمله در مورد نامشخص بودن هویتشان از دولدونگشان حذف گردد و برایشان دولدونگ مطابق به ماده 60 بند الف قانون اقامت آلمان داده شود. چون در شرایط فعلی افغانستان افغانها به افغانستان اخراج نمی گردند، بنابراین در این شرایط دلیل خاص برای داشتن پاسپورت افغانستان برای افغانها که مانع اخراجشان از آلمان می باشد وجود ندارد. پس اگر شما با این مشکل مواجه هستید، می توانید با وکیلتان و یا هم با یکی از دفاتر مشوره دهی برای پناهندگان در شهر و یا ایالتتان مراجعه کنید تا با شما در بخش نوشتن این درخواست
و اداره خارجی ها همکاری کنند. من در پایین همین ویدیو برای شما یک لینک را میگذارم که با رفتن روی این لینک شما می توانید نمونه درخواستی که به اداره خارجی ها به این منظور داده می شود را دریابید. البته این نمونه درخواستی توسط یک دفتر مشوره دهی برای پناهندگان به نام دیاکونی نشر گردیده است. وکیل و یا دفتر مشوره دهی که شما را در نوشتن این درخواست همکاری می کند، همچنان می توانند در صورت نیاز از این نمونه درخواست به اداره خارجی ها استفاده کنند. در این نمونه درخواست همچنان ذکر گردیده که کدام مدارک را با این درخواست باید به اداره خارجی ها بفرستید. به طور مثال، اگر درخواست به پاسپورت و یا تذکره افغانستان در سفارت و یا کنسولگری افغانستان در آلمان داده اید و جواب رد به دست آورده اید، باید یک کپی این جواب رد را با این درخواست به اداره خارجی ها بفرستید و غیره. قابل یادآوری است که در صورتی که هویتتان در دولدونگتان نامشخص باشد، بعضی از معدودیت های بالای شما وضع می گردد. به طور مثال، شما اجازه کار و آزبیلدونگ را نمی داشته باشید، محدودیت مکانی شما به سطح یک شهر و یا یک ایالت جدی تر می گردد و غیره. برای معلومات بیشتر در مورد انواع دولدونگ و محدودیت های انواع مختلف دولدونگ ها و راه های به دست آوردن اجازه اقامت آلمان و اقامت دائم آلمان با داشتن دولدونگ، شما می توانید در امین کانال یوتیوب هم ویدیوهای دیگرم را مشاهده کنید. دوم، کسانی که اجازه اقامت آلمان را به دست می آورند، اداره خارجی های آلمان تحویل دهی پاسپورت افغانستانشان را به این اداره نظر به شرایط فعلی استثناء قرار دهد. کسانی که پاسپورت و تذکره افغانستان را ندارند ولی شرایط دیگر به دست آوردن اجازه اقامت آلمان و یا تمدید شدن اجازه اقامت آلمان را تکمیل کرده اند و اداره خارجی های آلمان از ایشان می خواهد که پاسپورت و تذکره افغانیشان را به این اداره تحویل دهند تا این اداره برایشان اجازه اقامت آلمان را بدهد، این اشخاص می توانند به اداره خارجی هایشان در درخواستشان مشکل فعلی سفارت و کنسولگری های افغانستان در آلمان را بنویسند و همچنان به طور مثال می توانند بنویسند که اداره خارجی ها با استفاده از مدارک فعلیشان، اگرچه تاریخش هم گذشته است و یا از مدارک دیگری که به دسترسشان قرار دارد، هویتشان را مشخص سازد. جزئیات بیشتر در مورد محتوای درخواستی و مدارک مورد ضرورت را که در این مورد به اداره خارجی ها یا آسلند بیهورد فرستاده می شود، می توانید در لینک که در پایین همین ویدیو می گذارم دریابید. سوم، کسانی که اجازه اقامت آلمان و یا اقامت دائم آلمان را به دست می آورند، نظر به شرایط فعلی برایشان پاسپورت خاکستری داده شود. بله دوستان عزیز، البته کسانی که شرایط دیگر به دست آوردن اجازه اقامت آلمان و یا اقامت دائم آلمان را تکمیل کرده باشند ولی پاسپورت افغانستان را نداشته باشند، می توانند همچنان در اداره خارجی های مربوطهشان نظر به شرایط فعلی که قبلا برایتان یادآور شدم درخواست پاسپورت خاکستری را در اداره خارجی های خود بدهند. جزئیات بیشتر در مورد محتوای درخواستی و مدارک مورد ضرورتی را که در این مورد به اداره خارجی ها داده می شود، همچنان می توانید در لینک که در پایین همین ویدیو می گذارم دریابید. چهارم، کسانی که حقوقشان از طرف سوسیال به خاطر همکاری نکردنشان در بخش تحویل دهی پاسپورتشان به اداره خارجی ها کم می شود، همچنان می توانند نظر به شرایط فعلی
در مقابل این تصمیم اداره سوسیال اعتراض کنند. جزئیات بیشتر در مورد محتوای اعتراض و مدارک مورد ضرورتی را که در این مورد به اداره سوسیال داده می شود نیز می توانید در لینکی که در پایین همین ویدیو می گذارم دریابید. به همین ترتیب اگر با مشکلات دیگری در این مورد مواجه هستید می توانید از همین چند مثال استفاده کرده و برای تغییر دادن آن درخواست دهید یا در مقابل آن یک اعتراض بنویسید. به طور مثال کسانی که دلدونگ دارند و می خواهند اوز بلدونگ کنند و اوز بلدونگ دلدونگ به دست آورند و یا با داشتن دلدونگ کار کنند و دلدونگ کاری یا بشفتیگونگ دلدونگ به دست آورند و با مشکل نامشخص بودن هویتشان مواجه هند و یا هم در موارد مشابه دیگر می دانند از این روش استفاده کنند. یک نکته بسیار مهم را باید به خاطر داشته باشید که درخواست و یا اعتراض متذکره به نام خودتان یعنی کسی که با این مشکل مواجه است نوشته می شود و این نمونه هایی را که در پایین این ویدیو تحت یک لینک برایتان می گذارم جایگزین مشوره مسلکی وکیل شما و یا یک دفتر مشوره دهی پناهندگان شده نمی تواند. بنابراین اگر شما با یکی از این مشکلات و یا هم با مشکلات مشابه به این مشکلات مواجه هستید وکیلتان را در مورد در جریان بگذارید و یا هم به یکی از دفاتر مشوره دهی پناهندگان مراجعه کنید. تا نظر به مشکل خاصی که شما دارید با شما همکاری کنند. و در صورتی که وکیل شما و یا یکی از دفاتر مشوره دهی پناهندگان خواسته باشند از این نمونه های درخواست ها و اعتراض ها هم می توانند استفاده کنند. بله دوستان عزیز، تشکر از این که مرا تا اکنون همراهی کردید. اگر سوالی در مورد داشته باشید می توانید در پایین همین ویدیو بنویسید و من کوشش خواهم کرد تا به سوالاتتان به زودترین فرصت پاسخ ارائه کنم. وقت خوشی داشته باشید.